وقتی همه زندگی مردم توی دنیای مجازی خلاصه میشه و تمام دارایی‌هاشون رو براش خرج میکنن. گلازیا سلام، امروز می‌خوایم با هم قسمت دوم فصل اول سریال بلک میرور رو ببینیم. قسمتی به اسم 15 میلیون مریتس یا 15 میلیون مریتس. یکی از بهترین‌های این سریال حساب میشه به نظرم و خیلی محتوای قشنگی و پوشش داره. یه نکته می‌خوام بهتون بگم، تو قسمت‌های قبلی کامنت گذاشتید، گفتید که تمام این سریال در مورد تکنولوژی و اصلا بررسی دیگه نباید بکنیمش و اشتباه حرف زدم. این یه چیز خیلی واضحه، یعنی شما دیالوگ‌های فیلمو وقتی گوش برید اصلا خلاصه فیلمو ببینید معنای تکنولوژی اون رو می‌فهمید. یعنی اصلا نیازی نیست که من بخوام توی این قسمت بگم می‌خواد نشون بده که چه جوری دنیای مجازی زندگی همه رو گرفته و حاضرن همه چی رو براش خرج بکنن. من میام قسمت‌های کمتر شناخته شده‌شو بهتون میگم در آخر که خب دونستن اونا خیلی مهمه و به نظرم میتونه یه چیزی به علمتون اضافه بکنه. برای همین فکر نکنید من آره سری چیزها رو نمیدونم یا بدون تحقیق میام در موردش صحبت میکنم، فقط دوست دارم که یه سری چیزهای دیگر هم بدونید. بریم ما فیلمو ببینیم. حواستون به اسپویل کامل صحنه خشنشم باشه. با شروع فیلم شخصیت اصلیمون یعنی بینگو میبینیم. همه دنیا پیشرفت کرده و مردم مجبورن توی یه مکان پر تکنولوژی مثل کارخونه زندگی کنن. هر روز سوار یه دوچرخه ثابت میشن و پا میزنن، بر اساس اونم یه امتیازی به اسم مریت میگیرن و مثل پول میتونن خرجش کنن برای هر چیزی از جمله غذا، خمیر دندون و مهمتر از همه شخصیتشون توی دنیای مجازی. همه مردم توی فضای مجازی هن که این شخصیت میتونه براش لباس، کلا، هر چیزی که دلشون بخواد بخرن. تفریحشون هم همینه که با این شخصیت ها میرن جاهای تفریحی، بازی میکنن، همدیگر رو میبینن و بزرگترین هدفشون هم شرکت توی برنامه استعدادیابیه. هزینه شرکت این برنامه خیلی زیاده. خیلی ها از جمله خواننده معروف به اسم سلما با همین برنامه شناخته شدن و دیگه هم نیازی به استفاده از دوچرخه ثابت ندارن چون خیلی پول دارن. بینگ برخلاف اکثر آدم ها زیاد به شخصیت مجازی اهمیت نمیده و تا الان هم بیشتر از 15 میلیون مریت جمع کرده. موقع تماشای تلویزیون تبلیغات مختلفی پخش میشه که اکثرشون هم ویدیوهای جنسی هستند. بین که علاقه بهش گروم نداره با مصرف یه مقدار مریت این تبلیغات رو همیشه رد میکنه تا بازیشو بکنه. دقیقاً برخلاف مردی به اسم داستین. دوچرخه داستین کنار بینگه و کلن آدم عصبی و بیادبی هم است. موقع ورزش هم همیشه ویدیو جنسی یا برنامه‌های چرت تماشا میکنه و کل پولش هم پای اینجور چیزها میده. رفتارش هم با نظافتچی‌ها افتضاحه. یکی دیگه از این افراد هم اسمش سویفته، دختری که به ویولون علاقه داره و همش هم نگاهش دنبال بینگه. برای زلن مخش هم بهش یاد میده چجوری از دستگاه خوراکی مجانی بگیره. وقتی بعضیا پول میندازن خوراکی توش گیر میکنه و اگه اینا برن ضربه بهش بزنن میتونن خوراکی رو بردارن. چیز دیگه که متوجه میشیم شبیه که بینگ داره بازی میکنه و تبلیغ مسابقه استعدادیابی پخش میشه. بینگ نمیخواد پولی خرج کنه و چشماشو میبنده، اما اطراف صفحه اخطاری میاد که باید چشماتو باز نگه داری و تبلیغو ببینی، یعنی همه مجبورن تماشا کنن. بینگ هم که حوصله نداره باز پول میده تا تبلیغ رد شه. روز دیگه میرسه و بینگ با دختر جدیدی به اسم ابی آشنا میشه و خیلی هم ازش خوشش میاد. اینا میفهمه که یکی از آدمهای معمولی از دوچرخه زدن خسته شده و تصمیم گرفته بره نظافتچی بشه، چیزی که باعث خنده داستینه و همش مسخرهش میکنه. وسط روز که بینگ میره دستشویی متوجه آواز خوندن یه دختر میشه و میفهمه صدای ابیه. انقدر قشنگ خونده که بینگ قفل کرده. موقع دوچرخه سواری هم هی نگاهش به اونه و سویفت هم دیگه کم کم حسودیش میشه. موقع خواب بینگ همش به ابی فکر میکنه و آهنگی که شنیده رو میخونه. فکری به سرش میزنه و روز بعد به محض دیدن اون سعی میکنه باهاش صحبت کنه. میفهمه تازه 21 سالش شده و هر کسی هم به این سن میرسه وارد مکان میشه تا زندگی رو شروع کنه. در مورد اینم حرف میزنن که غذاهای سالم مثل سیب خیلی نسبت به ساندویچ و فست فود گرونترن، اما وقتی همون ساندویچ ارزون رو میخوری بعد باید کلی دوچرخه بزنی تا چربیش بسوزه. در آخرم فکر شب قبل رو بهش میگه، اینکه ابی باید هر جوری شده توی استعدادیابی شرکت کنه چون صداش واقعا فوق العاده است. ابی میگه هیچ وقت نمیتونم انقدر پول جمع کنم و خیلی هم میترسه. بینگ میگه هزینه مسابقه 12 میلیون مریته، من بهت قرض میدمش چون مطمئنم موفق میشی. ابی هم ذوق کرده اما باز میترسه. بینگ توضیح میده این پول برادرش بهش ارث رسیده و میخواد هر جوری که شده توی راه درست خرجش کنه و هیچ راهی هم بهتر از این نیست. ابی هم بالاخره قبول میکنه. شب که بینگ میخواد بلیت شرکت تو مسابقه رو بخره میفهمه هزینهش 15 میلیون مریته، یعنی اندازه کل پولی که داره. با این حال بازم این کارو انجام میده و به عنوان هدیه برای ابی میفرستش. اونم بعد خوشحالی با شخصیت مجازیش یه بوس برای بینگ میفرسته. روز بعد میرسه و دوتایی با آسانسور به بالاترین طبقه میرن که محل مسابقه است. ابی هم یه کاردستی اوریگامی به بینگ هدیه میده. دختر خیلی استرس داره و دست همو میگیرن و وارد محل میشن. ابی اطلاعاتشو میده و بینگ به عنوان همراه یه مهر روی دستش زده میشه و دوتایی میرن داخل.
به اتاق انتظار میرسن، جایی که ده ها نفر دیگه هم دارن تمرین میکنن تا نوبتشون شه و استعدادهای مختلفی رو نشون بدن. کسایی که نزدیک یک هفته است منتظرن. مجری سمت ابی میاد و در حال صحبت با اتاق فرمانه که بهش میگن یکی خیلی خوشگل و قیافت جالب رو بیار. اونم بدون حرفی ابی رو انتخاب میکنه و بدون نوبت میبرتش داخل. مجری دیگه سمت ابی میاد و آب میوه‌ای رو بهش میده، میگه این آرام بخش و همه باید بخورن تا یه موقع رو سن بالا نیارن. ابی هم مردد اما یکم مینوشه و در آخر پاکت رو به بینگ میده. این دارو باعث شده یکم سرگیجه بگیر و با همون حال میره جلوی داورها. کلی هم مردم با شخصیت مجازی دارن مسابقه رو میبینن. سه تا داور به اسمای هوپ، چریتی و ریس سر تا پاشو برانداز میکنن و ازش میخوان خودشو معرفی کنه. ریس که خیلی پسر تو مخیه، بی توجه به استعداد دختر میگه لباستو در رو ببینیم چی داری. اما اون توجهی نمیکنه و شروع میکنه به خوندن. صدای دختر مثل فرشته هاست و نه تنها شرکت کننده ها بلکه داورا هم میخکوب میشن. هوپ در آخر ماجرا با کلی تعریف میگه تو بهترین خواننده این فصلی، اما اونقدر که فکر میکنی خوب نیستی. ابی شوکه میشه و چریتی تو ادامهش میگه ما کلی خواننده داریم و واقعا موفق شدن تو این عرصه غیر ممکن شده. ولی رئیس میگه تو ظاهرت فوق العاده است، خیلی معصومی و اگه به من گوش کنی میتونی خیلی موفق شی. حالا پیشنهادش چیه؟ اینکه لباساتو درار. رئیس مدیر شبکه فیلم‌های جنسی و معتقده میتونه آینده ابی رو تضمین کنه به شرطی که بیاد تو فیلم‌ها بازی کنه. ابی به هم ریخته است، اما به خاطر تاثیر دارو و تشویقی که همه مردم دارن میکنن خیلی دودله. این در حالیه که بینگ هم عصبی و وقتی سعی میکنه بیاد تو میندازنش بیرون. داورا اصرار میکنن که با قبول کردن پیشنهاد رئیس دیگه هیچ وقت لازم نیست دوچرخه استفاده کنی و این همه تلاش در نهایت باعث میشن ابی پیشنهاد رو قبول کنه، چیزی که باعث اشک بینگ و شکستن دلش میشه. سویفت رو میبینی که با تماشای برنامه و کاری که ابی قبول میکنه ناراحت میشه و انگار بهش برمیخوره، چون فهمیده دیگه هیچ استعدادی مهم نیست. چند روزی میگذره و بینگ رو میبینیم که مثل افسرده هاست، هنوز پاکت دارو زیر تختشه و وقتی میره که پا بزنه داستین شروع میکنه به تماشای فیلم جدیدی که ابی توش بازی کرده. شنیدن این صدا خیلی بینگ رو عصبی میکنه و وقت ناهارم چون پولی براش نمونده مجبور باز فست فود و این چیزا بخوره. دیگه هم خبری از سیب نیست. شب موقع بازی کردن تبلیغ پخش میشه. این بار تبلیغ فیلم جدید ابی و بینگ که شوکه شده سعی میکنه ردش کنه، اما پولی براش نمونده و با عصبانیت گوشهاشو میگیره. داد میزنه، چشماشو میبنده، اما صفحه اختار میده که باید باز کنیشون وگرنه میری زندان. با عصبانیت مشتی به صفحه میکوبه، با شکستن قسمتی اونو برمیداره و در نهایت تبلیغ هم تموم میشه. حالا انگار فکری به سر این مرد زده. از روز بعدی بینگ مثل قبل پر انرژیه، بیشتر از همیشه دوچرخه میزنه و کلی مریض جمع میکنه. خمیر دندون کمی میزنه که دیر تموم شه، وامیسته بتونه غذای مجانی به دست بیاره، چه خوردن تعمونده بقیه چه دستگاه. دیگه هم بازی نمیکنه که مجبور نشه تبلیغی ببینه یا براش پول خرج کنه. به جاش یه سری حرکت رقص تمرین میکنه تا خستگی بتونه بخوابه. مدتی به همین شکل میذره و بالاخره پولش به 15 میلیون میرسه و بدون مکسی بلیت شرکت تو استادیابی رو میخره. روز بعد با آسانسور به طبقه بالا میره، تکه شکسته شیشه رو توی شلوارش قایم میکنه. بقیه شرکت کننده ها هم طبق معمول تمرین میکنن. بعد چند ساعت یکی از مجریان میاد وسط و در حال صحبت با اتاق فرمانه، بهش میگن یه دونه چند نژادی بیار و اونم بدون مکسی بینگو انتخاب میکنه. اونم بدون نوبت میره داخل. وقتی مجری بعدی میاد تا بهش دارو بده، اون پاکت خالی که از سری قبل داره رو نشون میده و میگه یکی از همکاراتون نو بهم داد. با حالت عادی میره داخل و خودش رو معرفی میکنه. آهنگی پخش میشه و شروع میکنه به رقصیدن، یه رقص عجیب و مسخره که همه هو میکننش. اما این برنامه‌اش نیست و بعد چند لحظه شیشه رو در میاره، رو گلوی خودش میگیره و میگه نزدیکم بیاید خونم گردنتونه. همه ساکتن، نمیدونن چیکار کنن. رئیس بی توجه میگه اصلا مهم نیست، وقتمون رو نگیر. اما دوتا داور دیگه دستور میدن کسی جلو نیاد تا بینگ صحبت کنه. حالا شروع میکنه به گفتن یکی از زیباترین مونولوگ‌های تاریخ دنیا که حتما باید یه بار گوش کنیدش. خلاصش اینه که این سیستم لعنتی از ما میخواد مثل احمقا به همه چی گوش کنیم، همه چیمون رو توی دنیای مجازی بذاریم و زندگیمون رو مثل حمالا بگذرونیم. تهش هم بیایم جلوی این داورایی به درد نخور که هیچی بلد نیستن و بهمون توهین کنن. همه زندگیمون شده خریدن چرت و پرت‌های مجازی که معنی ندارن. چیزهایی می‌خریم که اصلاً توی دنیای واقعی نیستن و تهش هم یکی مثل ابی استعداداش نادیده گرفته میشه، چون ما درگیر این چیزهاییم و توی این سیستم هیچ کس قرار نیست موفق باشه. با تمام شدن حرفاش خیس عرق و هوپ بلند میشه. میگه این قشنگترین و واقعیترین صحبتایی بود که تا به حال شنیدم و شروع میکنه به دست زدن. اصلا براش مهم نیست که به خودش هم توهین شده. همه داد میزنن و هوپ میگه من میخوام واسم کار کنی، یه پادکست که هفته دو بار بیای و نیم ساعت حرف بزنی، انقدر پول در میاری که اصلا نیازی نیست به دوچرخه دیگه استفاده کنی. قبل اینکه جوابی بده میریم به سکانس بعد. داستین داره پا میزنه و این بار خبری از بینگ کنارش نیست. توی تلویزیون جلوش فیلمی از این مرد پخش میشه. بینگ شیشه رو روی گردنش گرفته و همون حرفا رو به شکل دیگه میزنه.
اینکه مردم مثل بردن و اینقدر باید کار کنید که بدون نتیجه بمیرید و خیلی به درد نخورید. به همه مردم انگاری توهین میکنه. همه هم با لبخند و لذت نگاهش میکنن. در آخر هم بینگ میگه هفته بعد میبینمتون و ویدیو قطع میشه. تیکه شکسته رو حالا مثل یه تیکه طلا توی جعبه خاص میذاره و تو خونه لاکچری و خفنش قدم میزنه. دیگه هم آب پرتقال میخوره و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. اول از همه که اون مونولوگ بینگ تو جلوی سن یکی از بهترین مونولوگ هاست. انقدر خوبه که باید اصلا بنویسن بزنن سردره هالیوود، چون میاد تمام اصلا محتوای بلک میرور رو توی این مونولوگ میگه. اصلا میگه دلیل ساختنش چی بوده و حرفای تمام قسمتهاش چیه. نکته مهم فیلم داورایی هستن که توی استعدادیابی بودن. شما اگه AGT رو دیده باشید میفهمید که اصلا اون شخصیت سمت راست یا همون هوب خود سایمونه. هر کدوم از این 3 نفر از یکی از گاد تالنت ها بررسی شدن. اگه دیده باشیدشون میفهمید کدومان. اسمشون هم که خب خیلی قشنگه. اولی اسمش هوب بود یا همون سایمون که یعنی به اسم امید، یعنی امید دادن. دومی اسم چریتی بود یعنی صدقه، یعنی نقشش اینه که دلسوزی میکنه و میگه که آره همدردم باهات. و سومی هم اسمش ریسه یعنی رویا، میاد رویا رو برات میسازه و یه سری خیال الکی بهت میده تا به خاطرش حاضر باشی هر کاری دوست دارن انجام بدی. خیلی جالبه به خاطر اینکه هر 3 نفرشون انگاری توی فیلم دارن همین نقش ایفا میکنن و تمام حرفاشون از اسمشون ریشه میگیره. حالا محتوای فیلم چی بود؟ گفتم که اگر لحاظ تکنولوژی میخواید بررسی بکنیدش، تاثیر دنیای مجازی توی زندگی آدم‌ها، همون مونولوگ تقریبا 3 دقیقه بینگ کافیه. تمام معنی رو میاد بهتون میگه. خلاصش هم اینه که این تکنولوژی دنیای مجازی داره کاری میکنه عادی بودن رو یادمون بره. با هم در ارتباط نباشیم، پولمون رو برای چیزهای مجازی خرج کنیم که برای طرف سری کد ارسال میشه و خوشحال میشه، جای اینکه بخوایم براش کادوی برامو دستی بهش تقدیم بکنیم. اینکه سیستم میخواد ازت برده بسازه که هر کاری میخوان انجام بدی، با اینکه توی خونت نشستی داری چاق میشی به فکر سلامتیت نیستی و وقتی هم که وقتش برسه و پیر شده باشه خیلی راحت حذفت میکنه. تمام اینا رو خیلی قشنگ میاد میگه و اصلا نیازی ندارم خودم در موردشون حرف بزنم. ولی میریم سراغ معنا و مفهومی که پشت این قسمت تو خیلی خیلی مهمتره. براتون سوال شد که چرا توی سن 21 سالگی باید وارد این کارخونه بشن، یا اینکه چرا غذای گرونشون سیبه، یا آخر فیلم برای نشون دادن لاکچری بودن بینگ داره آب پرتقال میخوره جای مشروب و اینجور چیزا، یا اینکه چرا وقتی تبلیغ چیزهای جنسی نمایش داده میشد مجبور بودن تماشا بکننش، اگه چشماشون رو میبستن براشون جرم نوشته میشد و میافتادن زندان. مهمتر از اون چرا وقتی که بینگ داره بازی میکنه توی تمام بازیها یه نفر تفنگ دستشه و دشمناش نظافتچیهای همین کارخونه، جنسشون شبیه همون شبیه همونا ساخته شدن. اینا خیلی چیزای مهمن که اصلا نمیشه عادی ازشون گذشت. برای سوال اول باید بگم که 21 سالگی سن بزرگسالی تو اکثر کشورها از جمله آمریکا. 21 سالگی شما دیگه گواهینامه و همه چیت معتبره، میتونی بری مشروب بخوری، وارد زندگی بزرگسالا میشی، وارد چرخه کارمندی، چرخه‌ای که باید دست به هر کاری بزنی تا بتونی زنده بمونی، برای بقا هر کاری اون بهت میگن انجام بدی. تمام جوونا تو همون موقع وقت دارن، یعنی دبیرستانشون که تموم میشه یه دوره کالج میرن که 2 تا 3 ساله و 21 سالگی دیگه تموم شده و زندگی جدیدشون رو شروع میکنن. و توی این فیلم هم همینو میگه، 21 سالشون که میشه مجبورن بیان اینجا دست به هر کاری بزنن، یعنی فقط جون بکنن، پا بزنن تا بتونن زنده بمونن. غذای مهم سیب بود، غذای مهم غذاهای سالم بود. واقعیت هم همینه، شما هر جایی که بری وقتی بری رستوران گیاهخواری میفهمی که غذاهاش بالای 300-400 هزار تومانه الان، در حالی که بری یه رستوران معمولی بخوای فست فود بخورید فلافلش میشه 60 هزار تومان، پاتگش میشه 100 هزار تومان. همه دنیا همینه. غذاهای جانک فود یا غذاهای چرت و پرت خیلی بیشتر تقاضا دارن، خیلی بیشتر فروش میرن، خیلی قیمتشون کمتره، خیلی هم خوشمزه ترن، در حالی که شما رو نابودت میکنن. شما دو نفر بسر بغل هم، یکی هر روز هاتداگ بخوره، یکی هر روز غذاهای سالمه، ببین کدوم بیشتر زنده میمونه. یا برای اون سوالی که گفتم تمام شخصیت‌های بد بازی شبیه نظافتچیان، چیزیه که توی دنیای امروزی به همه دارن یاد میدن. توی تمام بازی‌ها خیلی ریز دارن یه جوری یاد میدن که باید آدم‌های بیگناه کشته بشن، آدم‌هایی که سطحشون پایین‌تره رو باید بکشی چون زورت زیاده میتونی این کارو انجام بدی. این چیزیه که خب شاید عادی باشه ولی خیلی داره روی ذهن بقیه تأثیر میذاره. شما نسل جدید رو نگاه بکنی نسبت دلسوزیش به بقیه خیلی خیلی کمتر از نسل‌های قبلیه. همدردی کلا توی جامعه‌ها از بین رفته، هیچ کس فکر دیگری نیست و این چیزیه که خب قطعاً سیستم می‌خواد. اینو نیاز داره به خاطر اینکه مردم نخوان کنار هم دیگه باشن. تو فکر کن همه مردم دنیا تو سر تا سر جهان با هم دیگه یکی بشن، دلشون به حال هم بسوزه و همه برای یه تلف واحد
دست به اقدام بزنن. موقع کی میتونه جلوش وایسه؟ کی میتونه اونا رو کنترل بکنه؟ اختلاف انداختن بین مردم مهمترین چیزیه که سیستم کنترل ذهن میخواد. خلاصه که این فیلم میاد همین رو نشون میده و در آخر مهمترین چیز فیلم اتفاقی هست که برای ابی میفته. دختری که استعداد داره، خیلی خوبه، همه چیز ظاهرش خوبه، سنش کمه، هنوز تازه وارد این دنیا شده، اما خب خامه چون تازه وارد این دنیا شده و سنش کمه و به خاطر همینا هم وقتی که بهش همچین پیشنهادی رو میدم با کله قبول میکنه، هرچند یکم مردده ولی خیلی وسوسه میشه به خاطر اینکه خب زندگیش انگار داره تعمیر میشه، فقط هم کافیه که لباسشو بکنه. اتفاقی که برای بینگ هم میفته خیلی مهمه. بینگ کسیه که میاد زندگیشو میذاره وسط، یعنی همه چی بریده. اصلا میاد حرفایی که میزنه فقط حرفای انگاری وصیت‌نامه‌شه، میخواد بگه که من کارم تمومه ولی اینا رو بدونید. اما وقتی که تو اون مرحله هم هست بهش همچین پیشنهادی میدن که زندگیت دیگه تامینه، اونم میاد با کله قبولش میکنه. به جای اینکه یه شخصیت تاثیرگذار بشه که اگه همچین کاری انجام میداد شاید خیلی ها به خودش میومدن و یه تغییر اتفاق میافتاد، اونم میره برده همون سیستمه میشه و یه برنامه راه میندازه که همین حرفا رو بزنه فورا اینکه مردم گوشاشون پر بشه. خیلی خفن میاد نشون میده که حالا چه دنیای مجازی، چه قسمت مالی دنیا، تمام اینها میان از شما یه کسی رو میسازن که آرزوهاش رو زیر سوال میبره، تمام هدف فاش دلیلی که به خاطر جنگیده رو کنار بذاره و در نهایت یه مهره بشه فقط به خاطر اینکه بتونه باعث سرگرمی دیگران بشه و با آرزوهاش شاید برسه. خیلی این سریال خفنه، گفتم بهتون، بازم میگم حتما ببینیدش، به خلاصه‌ها اکتفا نکنید چون واقعا قشنگ است. قسمتش هم کوتاه، 40 دقیقه تا 1 ساعته. لایک کامنت سابیارتون نره، دوستتون دارم، روزتون هم گلسی.